اون روزی که صدام صد حمله کرد به کویت ما اولین کشوری بودیم در اینجا که محکوم کردیم این کار رو اون کشوری که مورد تجاوز قرار گرفت کویت بود کویت جزو همین شورا بود اعضای این شورا محکوم نکردن اون لحظه که ما محکوم کردیم البته بعدن حالا ما همون روز صبح که صدام حمله کرد سه بعد از ظهر محکوم کردیم بیانیه رسمی دادیم و در عمل هم به مردم کویت کمک کردیم و در مقام عمل هم به صدام کمک نکردیم و حمایت نکردیم ما در مقام عمل نشون دادیم که ما طرفدار کشورهای منطقه هستیم ما دنبال ثبات هستیم اگر ما چراغ سبز به صدام صد نشون داده بودیم همون روزی که کویت رو اشغال کرد فرداش کل عربستان اشغال میکرد اگر ما چراغ سبز به صدام صد نشون داده بودیم کل قطر رو اشغال میکرد کل امارات اشغال میکرد کما اینکه در نامه به ما نوشت صدام صد در نامه به مرحوم آیت الله حاشمی رفسنجانی نوشت که مرز مشترک ما در آب با شما 800 کیلومتر صریح نوشته گفته این کشورها مال ماست ما میایم میگیریم ما با شما 800 کیلومتر مرز آبی مشترک داریم ما مرز مشترک آبیمون با عراق 18 کیلومتر بوده معلومه اونا طرحشون چی بود و اگر ما برای ثبات منطقه نایستاده بودیم شما نبودید همه شما رو خورده بود صدام پس ما همواره حامی شما بودیم برادر شما بودیم امروز هم هستیم و شما بدونید آمریکا علیه ایران ناموفق هست و شما بدونید ایران در کاری که داره انجام میده طبق قانون و مقررات و مصالح ملی خودش و مصالح منطقه پیروز خواهد بود